معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه هشدار داد که 5 میلیون یمنی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه که در نشست سازمان ملل صحبت می‌کرد، افزود هیچ چاره‌ای جز بازگشایی فرودگاه صنعا برای مسافران و شهروندان یمنی به خصوص بیماران وجود ندارد. گریفیتس ادامه داد: بندر الحدیده باید بدون هیچ قید و بندی بازگشایی شود و در حال حاضر درگیری‌ها در استان معرب و 50 جبهه دیگر در یمن ادامه دارد. بندر الحدیده یمن از سال 2019 در محاصره متجاوزان به یمن است و دولت مستعفی یمن هم هرگز به توافقنامه آتش‌بس سوئد درباره این شهر به منظور رسیدن احتیاجات شهروندان این شهر پایبند نبوده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، چند روز پیش هانس گرانبرگ سوئدی را به عنوان نماینده جدید سازمان ملل در امور یمن به عنوان جانشین مارتین گریفیتس معرفی کرد. تا وی چهارمین نماینده این نهاد بین‌المللی از زمان آغاز جنگ در یمن باشد. گریفیتس در دوران فعالیت خود به عنوان نماینده سازمان ملل در امور یمن توانست اولین دستاورد در بحران این کشور را با امضای توافق استکهلم به دست آورد که طی آن درگیری‌ها در شهر بندری الحدیده در پایان سال 2018 متوقف شد. به همچنین به توافق مشابهی برای پایان درگیری‌ها در معرب نیز بسیار نزدیک بود. گریفیتس در دوران فعالیت خود توانست توافق تبادل 1056 اسیر را در اکتبر سال گذشته به دست آورد و مذاکرات دیگری نیز در این باره را به پیش برد.